تا خدا هست پریشان نشود خاطر من. سلام، وقت شما بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا و خیر، آرزوی سعادتمندی شما را دارم. آرزو میکنم هر کجای دنیا که هستین از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین و تا پایین برنامه برام خودتان برام گپ نو رو بیننده باشین. امشب هم حبیب ناظم با جمع از همکارایم مسیر جانم وعده کرده که در برنامه حضور پیدا میکنه. خدمت شما هستیم و تا پایان برنامه هم روی شما عزیزان رو خوان هستم. در آغاز برنامه لوکتو فشنی برنامه رو دعوت میکنیم که با ما تو خرامان خرامان با نوک پنجه میروی باز اون دیگه شد سمسه ای را میریم. خوش آمدیم محترم، بخیر هستی امیر. نوک پنجه میگی؟ نه ما خوشم آمد امیر، رفتار تو خوشم آمد، کردار تو خوشم آمد، بسیار یک بچه لذیذ. خوش آمدی عزیز. تشکر ناظم جان. حالا لذیذ آدم میتونه با خوراک کباب استفاده کنه؟ با خیام هم میتونه استفاده کنه؟ نه یکم غذای کمچر. خوش آمدی عزیز. تشکر ناظم جان، ما یک سلام علیک داشته باشم. سلامون اونی که هیله هیله چه جور لو خوشحال سلوری و وسی پده هیله چه ده هیوات پا هر کنج که وسی او یاد نری پا هر کنج که وسی بس نو خوشحالی دی استاس پژون کی و همیشه خوشحال و سید خپل کورنۍ تر څنګه و سید. بله بینندای عزیز مو متوجه هستن که ساعت سمارت داری ولی آستینه که تا کوشش میکنی که در زیر ساعت چیکونی؟ نه کوم که خودش نباشه. سعی کن نازم جان، اتو میکنم ای پاس تو می بند میمونه خو ای گناه نیست. حالا ای کدام چیز با بسیار با اصلا با ارزش نیست. یک ساعت است خلاص. ساعت است؟ نه وقت و زمان بسیار ارزش داره. نه ای خود زیاد ساعت دارین. ما وقتش نمیگم، وقت زمانش نمیگم، زمان با ارزش است. خب اینی ساعت فکر نکنم مقدر با ارزش باشه که نشان بدم. ویر ما نشوخی کردم، حالا شوق خاصم برش ندارم. میشه اگه خوش داری زیاد داری برات بدم؟ نه زیاد ندارم. یک سال پیش هم تو شوقی خریده بودم دیگه، یک ماه که از یک چیز شوقی هم تیر شد. باز راست می زندگی هم تو از پیش باشه. باز چه نوع ساعت دوست داری؟ سمارت باشه. مثلا ساعت دیوری، ساعت نه ساعت دیوری رو در پیشانیم باز سرمیزی چی؟ خب بر خانه ساعت سرمیزی خوشم میاد. خب ما خودم بپرشم دیگه از این سمارت واچ اون ساعت های که زنگ میزنه یک دانه باز بر ما میگیره از چی؟ من نهی گرفتی از ساعت های سرمیزی؟ آه سر صبح که کرن صدا میکنم آفرین نه و خوشایند نیستو بسیار امی از خواه بخیزی نه بسیار ناراحت میبشی. به هر حال خبر خوش تا تقدیم کردی که حالا ساعت گفته که چی نشه وسیله جان می ساعت گفته، یعنی ناظم جانم نشان داد که سمارت واچ. خب وسیله جان می خبر خوش خب تقدیم کردی، خبر خوشم میبینیم و دوباره زود برمیگردیم. امروز دوستا ما از ساحه کمپانی یک گزارش برستان تهیه میکنیم، از خود بازار کمپانی الی کوچه سنگی، موزاییک‌کاری یا سنگفرش جاده ها است که تقریبا 10,000 متر میه دو طرف سرک که در حدود 5 کیلومتر میشه. 5 کیلومتر این طرف سرک، 5 کیلومتر طرف راست سرک از سمت شهر. یا هم پخیر او گرزیده ای گپ نو خبرونه ده او د خوخی خبر مو په ګړه سره وکړه. تیرا خب کورتکه نه چی کورتیر نان کنک میگم ما. نه چی میگین؟ نه کورتیر چی میگین؟ کورتی میگم او کورت. نه په پښتو ما هدف میخوام کورتی سمره خایسته کورتی نیول د اوروره صدقه سر خود د جان خودت نه مانه هغه په کوټ بند کې اچولې ده که څنګه نه ما لاغر استم در جانم همه اما خود بگوشی در جانت نمه دیرم اونو نورو خود اگان اگان دفعه اگان کرتیک ها که کمه که دیگه ضعیفک می باشه خواه بز کرتیک های ضعیفک ها که می پوشی یعنی سایزش خورد می باشه بز امیره قمی می مونی خواهد مردم تو باشه کم وزنت تکم تو چارشانه چارشانه سلامت پیشنهادت همه در نظر می گیرم خبرین کن بسیر جان می اگه موافق باشی اگه پا آمده بود قرد کردم آه چارشانه باش برای بسیر جان می با مهمان صحبت می داشت چارشانه <تص->
سلام و شب زیبایتان بخیر باشه بیننده های عزیز، هموطنان گرامی. امیدوارم در هر کجای افغانستان و جهان که هستن جور و صحتمند باشن و انشالله که ایام به کامتان باشه. بیننده برنامه گپ نو هستن. مثل هر شب باز هم ما بخش های متفاوت را در گپ نو داریم که تقدیم شما میکنیم. گپ های نو، مهمان های نو، موضوعات نو داریم و بخش های متفاوت تاییدم همکاران ما تقدیم شما کردن، حبیب جان، نصرت جان، و امیدوارم که لذت برده باشین. حالا در بخشی که من هستم همه شما آگاه هستین که من مهماندار می باشم و همیشه هم خوشبختانه مهمانان ما دخترای با استعداد و فعال جامعه ما می باشن که روی کارکردها و روی پیشرفتها و اهداف زندگیشان صحبتهایشان را می داشته باشیم و شما هم بیننده ما باشین تا پایان برنامه. امشب هم مهماندار هستم و مهمان امشب ما هم مینا تلاش، یکی از دختر خانم هایی که محصل هستن و همچنان در کناری که آموزش میبینن، آموزش هم میتن، دکلماتور هم هستن و هم رشته ما هم هستن، تا یک حد ژورنالیست هم خواندن، ولی بیشتر صحبت ها را در مورد کارکردها و فعالیت های مینا جان با خودشان میداشته باشیم. مینا جان خوش آمدین، شبتان بخیر. به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما بصیره جان، همکاران تکنیکی و بیننده های عزیز. آرزو دارم که خوب صحتمند باشین و وقتتان بخیر، لباس عافیت بر تن داشته باشین. اسمم مینا هست، تلاش تخلص میکنم، فارغ التحصیل سنف 12 هستم، محصل رشته ژورنالیسم بودم، فی الحال در یک از رشته های طبی تحصیل میکنم و در یک از شفاخانه های دولتی مصروف ادای وظیفه هستم. بسیار عالی، چقدر خوب مینا جان. ای که ژورنالیسم تو چی حد خوندی؟ تقریبا دو سمستر. دو سمستر، یک سال دیگه. بله. خواندین. چطور بود تجربه ژورنالیسم؟ بسیار خوب، عالی است، یک رشته دلچسب است، خوش دارم. و کار هم کردی در بعضی از رسانه ها؟ نه خیر. خب فقط درس خواندن. درس خواندن. البته بله. زمانی که درس هم میخوانن حتما کارهای عملی هم داشتن. کارهای هم عملی داشتیم، بله. بسیار خوب. چی دلیل شد که ژورنالیسم رها کردی و رفتی به طرف دنیای طبابت؟ خب پهنتنا بند شد، دلیل خاص نداشت، فقط همگی از درس باز ماندن دیگه. خب باز شما رشته طب ادامه دادن، ولی بله. خیلی خوب است که تسلیم نشدن و یک راه دیگه بر موفقیتتون آغاز کردن، شروع کردن و حالا بخش طب پیش میبره. چقدر وقت میشه که محصل طب هستن مینا جان؟ سمستر چهارم هستم دیگه، انشالله که تمام میشه، انستیتوت است، دو ساله میخوانیم قابلگی. بسیار خوب، بسیار عالی. کدامش بر تختر بود، قابلگی یا هم ژورنالیسم؟ خب اینکه درس بخوانی بسیار یک فعالیت هستی، من خوش دارم، فرق نمیکنه رشته ژورنالیسم باشه یا که کدام لیسانس باشه یا هم رشته قابلگی. من بسیار دوست دارم که آموزش ببینم، هر چی فهم آدم بالا بره، امی درک آدم بالا میره، مهارت استعداد مهم است، بدون شک. دیگه فرق نمیکنه کدام رشته باشه. مینا جان ازی برم بگو که روتین روزانه چی است، پلان روزانه، زمانی که صبح از خواب بیدار میشی تا شب چه کارهایی انجام میدی؟ ما در هفته دو روز پانتون میرم، انستیتوت درس میخوانم، بقیه روز در شفاخانه میباشم، روزهای جمعه در یک از حوزه علمیه و دارالقرآن از اونجا تدریس میکنم موضوعات طبی را. بسیار فعالیت مهمی است. خب در بخش های طبی چی را تدریس میکنن، به کدام دخترها هستن یا خانم ها هستن، به چه اشخاص شما تدریس میکنن در حال حاضر؟ دارالقرآن حوزه علمی است، اونجا دختر خانم های هستن که مثال پانتون میخوانن، یعنی کسایی هستن که متعلم هستن، محصل متعلم هستن که از مکتب پانتون باز ماندن، اونجا درس میخوانن، قرآن شریف میخوانن و دیگه مزامینه. در کناری روزای جمعه بیکار هستم، میخوایم برم جای فعالیت انجام بدم، درس بدم. پس من امی روز جمعه را گفتم بر از اینا، چه خانه بیکار باشی بری جای تفریح کنی، بهتر است بری یک جای یک کار خوب انجام بدی. دقیقاً. دیگه خواستم که موضوعات طبی، یعنی از کمک های اولیه، تطبیقات، زرقیات و دیگه بخش هایی که بعضی امراض ها هست بر شما معرفی کنی، امیار پیش میبرم. میخوایم که خاطره جالبت از دنیای طبابت داشته باشم. از زرقیات گفتین یک خاطره جالب ما بگویم. ما گرفتم آمپول دیگه رو با یک آله از برش کتش سر آمپول میپرانه، ما کت قاشق گلاس که از پایواز مریض بود، کت او پیش روی امی رئیس و سرطبیب و غیره و غیره دکترها، پیش روی از اینا کت قاشق زدم، سر آمپول پراندم،
و این خاطر جالب است کلشان برام گفتنی کار نکو، ولی هر چی که آسان باشه من میکارم میکنم. خب راضی هستی است کارت؟ بله دقیقا، چون تجربه است دیگه. بله تجربه است و اینکه خود ما از خود راضی باشیم مهم است. در کنارش باید متوجه اطرافیان و دوستان ما هم باشیم که بتانیم اونا را هم تا یک حد از خود راضی نگه داریم. در کارهای خانه چطور استی مینا جان؟ کارهای خانه را انجام میدی یا فقط کارهای بیرونی را انجام میدی؟ نه خیر، ما کارهای خانه را انجام میدیم. کارهای ما با خواهر جانم تقسیم است، کارهای ما را انجام میدیم. درست قسمی که در بیرون فعالیت دارم، در خانه هم آشپزی میکنم، دیگه کارها را انجام میدیم. با خواهر جان تقسیم است؟ کدام وقت جنگتون خسته سر کار؟ جنگ به شوخی جنگ کردیم، ولی جنگ واقعی نه. تا جنگ واقعی نکردن. خب این یک چیز معمول و نرمال است در بین هر خانواده که بعض از اوقات پیش می آید که با خواهر برادر حتی بعضن با همکارا هم بعض از بگو مگوهای ایجاد میشه، ولی مهمی است که ما کینه در دل نداشته باشیم و براحتی از اون شرایط بگذریم. خب مینا جان از این برم بگو که کدام غذا رو بسیار خوشمزه میتونی آماده بسازی؟ من خود آشپزی واقعا مهارت دارم، کل غذا ها رو میتونم درست جور کنم، ولی شوربا رو بیشتر خوبش جور میکنم، چون که در دفترم بعضی وقتا که جور کردیم کلگی خوش کردن شوربا و دیگه به مهمانایی که خانه میاین هم برشان که شوربا پخته کردیم تعریف کردن، من شوربا رو درست پخته میکنم. خب درست پخته میشه طریقش برمون بگویی که فهمی؟ قسمی که دیگه رو پخته میکنن. خیلی دلیل چی است که خوشمزه تر میاد؟ خب مواد لازمیش کلن باشه، کل غذاها رو من درست پخته میکنم. شوربا هم نمیفهمم، قسمی که دیگرها پخته میکنن همه قسم پخته میکنم، خوش میکنن مهمانا. ولی خوشمزه می باشه. مادرم همیشه میگه که بعض از دستها شیرین میباشن در آشپزی. اگر خیلی زحمت هم نکشن میتونن که آشپزی بسیار خوب را انجام بدن، ولی بعض از دستها هستن شیرین نیستن. گرچقدر زحمت هم بکشن بازم غذایشان خیلی خوشمزه نمیاد. خیلی شما هم از او دست اشخاص هستن که دستتون شیرین است. شاید همی گپ باشه. 100% که همی گپ است. و چی وقت بر ما شوربا آماده میسازی؟ شوربا؟ خب یک روز میمانتان میکنم. تشکر، زنده باشی. شوخی کردم. غذای دلخواهید باز کدام غذاست؟ غذایی را که زیاد دوست دارم مکرونی با ترکاری می باشد. اگر منتو را دوست دارم. منتو را هم دوست دارم. مکرونی و منتو دیگر دوش غذای خمیری هستن. بله. و یکی از غذای بسیار مشهور وطن ما هم منتو است که بله. آماده ساختنش هم کار آسان نیست، ولی خیلی خوشمزه است و حواسانه است که در بعض از میمانی ها و بعض از اوقات بیکاری و تفریحات آماده می سازن در خانه ها. مینا جان که بیشتر کمکت میکنه، که بیشتر انگیزه برات میده، یک شخصی که واقعا خودت ازش انرژی مثبت بگیری، کی هست زندگی؟ مادر جانم است، پدر جانم هستن که همیشه کوشش کردن اسپانسر ما بودن در هر حالت. درس خواندیم، زحمت کشیدیم، کلش مدیون پدر جان و مادر جانم هستم، همیشه حمایتم کردن. چقدر خوب. واقعا که قهرمانان واقعی در زندگی هر دختر، بخصوص در جامعه افغانی، در جامعه که ما زندگی میکنیم، نقش اصلی در پیشرفت یک دختر یا هم میتونیم بگویم در پسرفت و عقب ماندگی یک دختر خانوادش داره، که بله باید خانواده ها حمایت بکنن دخترای خود در هر عرصه‌ای که هستن، در هر زمینه‌ای که مهارت دارن کمکشون بکنه تا فعالیت‌های خود بیشتر بسازه و مهارت‌های خود همچنان بیشتر بسازه. خب مینا جان می‌خوایم که یک دکلمه بسیار زیبا هم از خودت داشته باشیم. البته قبل از برنامه مینا جان یادآوری کردن که به شعر و شاعری هم علاقه بسیار زیاده داره. بله. خب بیشتر روی موضوع گپ خود زدیم، شعر تا هم می‌داشته باشیم، ولی وقفه میگیریم و برمیگردیم. با ادامه گپ نو خوش آمدین. مینا تلاش امشب مهمان ماستن و قبل از وقفه گفتیم که قرار است مینا جان دکلمه بسیار زیبایی را بر ما شما داشته باشه. مینا جان بیشتر کدام شاعر دوست داری؟ کدام نو از اشعار بسیار مشتوی و میخوانی؟ من شعرهای مولانا جلال الدین بسیار خوش دارم، چون شعرهای حافظ دوست دارم عرفانی است، من شعرهای عرفانی بیشتر میخوانم، دکلمه میکنم، خوش دارم.
و خوب چیزا هم نوشته کردن. بله دقیقاً و بسیار درس ها و مفهوم های بسیار بله، خوب دارن اشعارشون و در کنارش طرفداران بسیار زیاد داره. بله. خب امشب میخوای که شعر کدام شاعر بر ما دکلمه بکنی؟ امشب یک شعر بسیار خوبش است، شاعرش نامعلوم است. شاعرش نامعلوم است ولی شعرش خوبش است. بسیار خوب، میشنویم ازت مینو جان. تشکر، درست است. بسم الله الرحمن الرحیم. خنده گریه کن عیبی ندارد، دل سبکتر می شود. گریه کن عیبی ندارد، دل سبکتر می شود. در دل و بغض بماند، چشم دل در می شود. زندگی بالا و پایین دارد، چاره چیست؟ گر بخواهی گر نخواهی، زندگی سر می شود. حسرتی شیرینی، شیرین و تلخ زندگی را مخور. هرچی در پیشانیت باشد مقدر می شود. زندگی مانند یک آینه شفاف نیست، برخلاف آینه گاهی مقدر می شود. پرتلاتم مثل زندگی یعنی خطر، گهی آرام گهی موج ستمگر می شود. زندگی دارد شباهت های بسیار به جنگ، هر نبردی گه گاهی نابرابر می شود. چقدر شعر زیبا. کدام وقت شعر هم نوشتیم مینا جان؟ شعر نوشته میکنم گاهی. نوشته کرده؟ بله ها. بسیار عالی. چه نوع از اشعار را می نویسید؟ من شعرهای عرفانی و شعرهای عاشقانه می نویسم. بسیار خوب. امشب هم کدام شعر تا داری با خودت؟ شعر از خودم نه نخیر، فقط یکی دیادم از بسیار کم از شعر می خوانم. خوب است؟ باقی مانده ایش در کتابچه هست، من نوردیم با خود. خوب خیر. همقدر که به یادتان است میشه که بر ما بخواد. درست است. میگه بیهوده پریشانی هیچ روزگار میگذرد. بیهوده پریشانی هیچ روزگار میگذرد. گیتی فانی همچون لیل و نهار میگذرد. غصه نخوره دوست زندگی نابهنجار میگذرد. چقدر زیبا. تشکر. واقعا همه چیز میگذره. بله. همه قسم که بعضی از لحظات بسیار خوشی و خوشبختی را امید داشته باشیم میگذره، بعضن حتی فراموش هم میکنیم. همه قسم لحظات سخت زندگی هم میگذره. بله. فقط مهمی است که امید بر نور داشته باشیم، امید بر خوبی داشته باشیم، امید بر موفقیت در زندگی ما. بله. داشته باشیم و زیاد اجازه ندیم که یک مشکل بالای ما تاثیر بکنه، چون در هر حالتش گذرا هست. خب مینا جان از شخصیتت برم بگو که میانگراستی، بیرونگراستی یا درونگرا؟ بسر جان، مرا همگی میگن تو بسیار عاجز هستی. من شخصیت آرام دارم. کوشش میکنم چیزی که مربوطم نمیشه مقصد موجشایی داریم میگه آرام نیست، بسیار شوخ است. خب نمیفهم ولی از نظر خودم مقصد یکی از همکارای مشاهدی دادن فارم نیست. اولا نمیفهم. حتما هر کس فرق میکنه نظرش به ما و دیگه استاد، شاگردا، همکارا همگیشون میگن بسیار شخصیت آرام داری، عاجز هستی، میگن عاجز هستی. من شخصیت آرام دارم و چیزی که مربوطم نمیشه، گپی که مربوطم نمیشه، سخن پردازی نمیکنم برش. بسیار عالی. این واقعا خوب است و خوب است در امون محوطه خود ما باشیم. بله و کار کسی کار نداشته باشیم. خب از این برم بگو که سرگرمی دلخواهت چیست؟ مینا جان انگلیسی میخوانم در اوقات بیکاری، مطالعه میکنم کتاب انگلیسی و دیگه کتاب ها را میخوانم. فن بیان، کتاب های روانشناسی را هم بسیار دوست دارم. اینا را مطالعه است در مطالعه. بله. و بعد سوردن مهارت های جدید است. بله. و این سرگرمی دلخواه ما هم است و یکی از اهداف ما هم هست و مثل خودت ما هم در اوقات بیکاری خود، ولی 100% در 24 ساعتم یک ساعت اختصاص میتم برای آموزش انگلیسی که واقعا خیلی خوب است. نه تنها انگلیسی، هر مهارتی که شما فکر میکنن شما رو کمک میکنه به پیشرفت و هر زبان که شما دوست دارین میتونین یاد بگیرین، چون یک مقوله آمادارم میگن که اگر شما یک زبان یاد داشته باشین یک شخص هستن، اگر دو زبان یاد داشته باشین دو شخص، و به هر اندازه که شما مهارت های آموزش زبانتان بیشتر میشه به مو اندازه توانایی و قدرت شخصیتیتان بیشتر میشه. بله دقیقا. مینا جان میخوای که گیم همراهت بازی بکنیم؟ البته چرا نه. خب چطور است امو سرعت گپ زدنت؟ ما دو گیم داریم،
یک گیم ماست که به سرعت سوال میکنیم و گیم بعدی ما هم شکننده زبان است که یک جمله رو من به خودت میگم، خودت چندین بار باید تکرار بکنیم. 5 بار کفایت هر قسمی میکنم. که خودت خوشداری مایل هستی اما گیم پیش میبریم. خب شکننده زبان اول پیش میریم که دایی زبان دایی گیم همکار ما حبیب جان اول نمره هستن. خب همیشه ما ایره یادآوری کردیم و گفتیم که من خود مثل عبیب کدام کس دیگه خوبتر و بهتر ببینم، ولی میخوایم امشب خودت جوکار ده عبیب جانم بکنانی. درست است مینا جان؟ انشالله. خب ما جمله را برتان میگم. صفت صفاکار، شیشای سفیده، با صافی سفید صفاکاری کرد. واو چقدر زیبا. میشه یک بار دیگه هم تکرار؟ صفت صفاکار، شیشه های سفید، با صافی سفید صفاکاری کرد. صافی صفاکار. یک بار دیگه هم تکرار کنین بخشش باشه. صفت صفاکار، شیشه های سفید، با صافی سفید صفاکاری کرد. صفت صفاکار، شیشه های سفید را با صافی صفاکار با صافی سفید. یک بار دیگه من براتون تکرار میکنم. درست است. خوب گوش بکنن. صفت صفاکار، شیشه های سفید، با صافی سفید صفاکاری کرد. صفت صفاکار، شیشه های سفید را با صافی سفید صفاکار سفید کرد. بازش تو آخر را بازم اشتباه کردن. خیلی یک جمله دیگه میگم براتون. درست است. خب یک جمله آسان یک دفعه بر خودت انتخاب میکنیم. طاهر با طاهره، تیر را بالای تیرک دروازه طاهرشان تیر باران کرد. چه مشکل. طاهر با طاهره، تیرک. خب خیر است از این مگذریم، مشکل است نمیتونی. اما یک جمله دیگر برتان میگیم. رفتم شش درک، شش دشت تشت تو چیندم. یک ذره مغلق است و خب خیره. رفتم شش درک، شش تشت تو چیندم. تو چند تشت تو چیندی؟ رفتم شش درک، شش تشت تو چیندم. تو چند تشت توت چیندی؟ بله، 5 دفعه باید بگوی. یک بار خو. رفتم شش درک. شش درک گفتین. رفتم شش درک. شش تشت توت چیندم. تو چند تشت توت چیندی؟ بله. رفتم شش درک. شش تشت توت چیندم. تو چند تشت توت چیندی؟ بار چهارم شو کوشش کنیم. رفتم شش درک. شش توت چیندم. شش تشت توت چیندم. تو چند تشت توت چیندی؟ بار آخره. رفتم شش درک، شش تشت توت چندم، تو چند تشت توت چندی؟ مرد تشت. خوب بود، بازم بهتر بودی مینا جان. و البته یک گیم آسان نیست، خیلی سخت است که ما بخوایم یک جمله را، یک چند کلمات که یک رقم هستن تکرار بکنیم. با معما چطور استی؟ ذهنت در معماها چطور است؟ زمانی که خورد بودیم یکان وقت تو ساتیریا میکردیم، اما خوب است اگر بلد استم کم اتا. خوب است. خب خیلی یک سوال مازد میکنیم. درست. و خودت جواب بده. خوب است. عمیق‌ترین قله جهان چی نام داره؟ نمیفهم. ایره خیلی خورد بودیم در کتاب جغرافیا خوانده بودیم. مهترین قلعه جهان فکر میکنم در کتاب جغرافیا هست، ولی جغرافیا صنف 7. ببینین من بازم سوال میکنم عزیزان. عمیقترین قلعه جهان؟ قوه بلند؟ نه نه. عمیقترین قلعه جهان؟ خب قلعه عمیق نداره، بلندترین میشه. خب خیر، یک معمای دیگه برتان میگه. نام یک میوه رو برای ما بگی که اگه برعکس بکنیم برعکسش دوباره یک میوه دیگه است. ام...
بله یادم نیست، نمیدونم. خب نام یک حیوان بگیر که اگر برعکس بکنیم نام یک میوه میشه. نمیشه. توت میشه، ولیش که اگر ما دوباره برعکس کنیم دوباره میوه میشه. و بعدی هم حیوان دیگه میشه خرسون بگویم که دوباره یک رنگ میشه سرخ. و بعض از چیزهایی هست که معما هاست، بعض از اوقات فکر ما کار نمیده، بعض از اوقات است که خیلی ساده میباشه ولی که بنام معما بر ما گفته میشه، ذهن ما یک رقم عیار میشه که شاید این مشکل باشه. خب یکی دیگه هم میگیم برتون. درست است، خدا کنه آسان باشه. من یکی دارم، تو دوتا داری. پادشاه هم سه تا داره، پسر پادشاه هم شش رو نداره. جوابش یک بار دیگه تکرار کنین. من یکی دارم، تو دوتا داری، پادشاه سه دانه داره و بچه پادشاه هم شش، البته پسر پادشاه هم شش رو نداره. این چقدر مشکل است، نفهمیدم اینو. نقطه است، من یکی دارم. اول فکر کردم نقطه شاید باشه. خب میگفتن. خب بس است، اما قدر گیم. مینا جان یادگان بوزی کنیم. فکر میکنم بس است چون که بسیار مشکل بود. خب خیر، خوش گذشت با خودت مینا جان. تشکر از اینکه به برنامه ما آمدی. چی پیام داری، چی گفتنی داری بر کسایی که بیننده هستن؟ خب بسیار جان، در قدم نخست تشکر میکنم از شما و از همکارتان که در برنامه زیبای گپ نو دعوت کردین. انشالله که گپای نو هم گفته باشیم. دیگه دو پیام دارم برای هموطنهای عزیزم. یکی برای همه که لطفا کتاب زندگی چاپ دوم نداره. کوشش کنین همیشه خوشحال باشین و اولین قانون زندگیتان باید خوشحال کردن خودتان باشه. دقیقاً. پیام دیگه ما برای دختر خانمایی هستن مثل خودم که از تحصیل و تعلیم باز ماندن، یعنی متعلم محصل هستن. لطفاً مهم مدرک نیست که داشته باشیم، مهم مهارت است، استعداد است، فهم و درک است. بسیار شغل‌هایی هستن، بسیار آدم‌هایی هستن که شغلای را پیش می‌برن که نیاز به مدرک نداره. پس مهم استعداد و فهم و دانش و درکتان است. لطفاً کوشش کنید خود را برسانید. دقیقاً. بسیار تشکر, مینا جان و تشکر از شما همچنان. وقفه می‌گیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه. خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه و آرزو دارم تا این دم از برنامه لذت برده باشین. نصر جان هم منوز در استیدیو با ما است و کدوم گفتنی اگر داری خوب، نداری که بریم یک بخش جالب برنامه تقدیم بکنیم. خب گفتنی خود زیاد است، ما خودت از نصیحت بگویی، از پند بزرگا بگویی، از تمامش صحبت میکنیم. همیشه خوب است که یک بخش جالب بگیم. پس یک بخش جالبی که چلک میدان بیا پیاده برو جایزه بگیر، هر کدامش کمره مخفی چی بخریم، هر کدامش آماده بود تقدیم شما اجرا میکنیم. برمیگردیم در ادامه برنامه هم آرام روی کنیم. بنام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام وقت همه بخیر دوستداران برنامه گپ نو و بخش میدان بیا. امروز آمدیم دوستا وسط شهر، یکی از پارکای شهر آمدیم و دو نوجوان در کنار ما هستن، یا دو جوانه، اما تو کاکه و باشنده این محل هستن. فکر میکنم امروشان معرفی میشیم و دو گیم امروشان بازی میکنیم. گیم های مخ میفهم یک همه که پرچالش هست، انشالله که دوستانه بازی کنیم و رفیق های که دیگر خدای نخواسته اوگار نکنن. خب برای اولین گیم ما گیم ریسمان است که شما هم از گذشته هایی را مطمئن هستم دوستا بیاد دارین که در قریجات و بعض محلات مختلف ولایات کشور ما به این شکل بازی میشد که چند نفر به این سمت چند نفر به این سمت استاد میشد و بعدش هم گیم بازی میکردن، یا همی ریسمان کشی میگن. ایره بگیرین عزیزم، آماده هستین؟ به خودتم امو اینجان. نام خودت چی گفتی؟ احمد سیار. سیار جان، سیار جان خودت قوی سی یا امو اینجان؟ نه دیگه، لالای ما قوی است، ورزشکار هم هست با وجودی که درست میخونیم. ما ورزش هم میکنیم. بوکس میکنه؟ بوکس بالونی، فیزیکش بالا. خانه امو اینجان کدام ورزش پیش میبری؟ حالا فعلا خب ورزش نمیکنیم سایب. خب خیلی دوست ما شوخی میکنن دیگه، سابقه را قسم میکنن دیگه. سابقه از اون سابقه یک چیز تاثیر میمانه دیگه. خب ما اینجا چی میگن، یک خط تعیین میکنم به می قسمت اینجا بگیرین اسمونه. شما میکنم فاصله بگیرین.
اینه میبینیم که از این دو عزیز ما کدامش قوی است، سیار جان یا اماین جان؟ اماین جان نام خدا هیکلش هم کم خوب است، سیار جان هم کم از اون نیست. خب با شماره 3-2-1 آغاز میکنیم، درست است؟ ما در وسط قرار دارم دیگه نی؟ خود چی طرف یکمه؟ اینه تو یکم دیگام به تصویرتان درست داشته باشیم. شروع میکنیم، آماده هستین؟ بله. دوستا شما هم تشویق کنین. 3-2-1 خب مقصد مراد باشه، گرچه بازی چند نفره میشه اما بازم میبینیم که نام خدا نام خدا. خب یک مشکل است که این کبل است، سبزه است، پای میره دیگه. بار دوم میریم بسیار آرام. چطور است؟ یک کمک قوی است؟ گفتم نه که قوی است، لاله ما ورزشکار است دیگه. وزن خودت چقدر است؟ وزن من تقریبا 88 شاید باشه است. تصویر یک خودت نداریم، بیا کم پیش اینه تو. 88 نه؟ آه بله 88. 88 خب. اما اینجا از خودت وزنت؟ از ما 62 کیلو. 62 کیلو. اما اینجا هم تو قایم استاده است. حالا هرچی میمروی تا این طرف کم دور بوتید. اما اینجا اینه تو که تصویر یک داشته باشیم. خودت چند گفتی؟ 62 کیلو. خودت 62 و ای عزیز ما 80 چند گفت؟ 86 کیلو. یعنی که نه دیگه از خودت چند؟ 62. خود تو 62 سی دیگه، خود از خودت که بسیار زیاده است. چطور که اما اینجا من گفتم برتانی آدم که است دیگه، یک ذره رشته ورزشیش بالا است، فیزیک بالا و میفهمی دیگه که است. یک تا دور بتی عزیزم که جریمه میکنم. صحیح. خب از میریم بار دوم. بار دوم امتحان میکنیم ببینیم که عزیز ما کدامش میتونه. آماده هستی؟ باش باش یک ذره ریسمان بتی بر رفیق ما. بس دستکای تا نوگار نشه. میریم بخیر. 3-2-1 دو دست دیگه تام تاو بتی ببین سعی که چی خوب. 3-2-1 برین. اوه 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 دوستانه باشه دیگه. دستکای تا نوگار نشه. بس 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 خیر، فکر میکنم که اما اینجا نام خدا فیزیکیش بالاست. من خب پیشتر هم گرفتم گفتم. خب یک بار ما امتحان میکنیم، درست است؟ بیا اما اینجا استاد چی خودت؟ اما اینجا خیر مراتم مراتم مایک بگی مایک. بریم 3-2-1 باش من مایک اندازه بگیرم وسط استاد چه؟ سمت بازی است. 3 چاو کو ما دو سال دیگه مرا ملامت نکنید. صدای ما شما است یا نه؟ آه صدای من. دوستا گفتم که شوق و مام آمد یک امتحان میکنیم. بریم 3-2-1 برو. 3 تو هم طرف ما باش. بالا دستم میبرم. بالا تشکر. گیم جالب بود انشالله. یک ذره ریسمان نازک بود و یک ریسمان یک دگه داشتیم بود از رسم و قرار نگیرم دگنی خوبتر میامد. برحال گیم بعدی را بازی میکنیم. تا حالا در پتنوس تخم انتقال دادیم یا روی تخته؟ روی تخته یک بار فکر کنند یک گیم شو اشتراک کردیم. گیم شو اشتراک کردیم. بسیار خوب دوستا صحنه‌های جالب رو ببینین. از این قسمت برمیگردیم و گیم بعدی ما رو همراهی دوستا بازی میکنیم. خب دوستا گیم بعدی را انجام میتیم. بیا سیر جان و اماین جان روی اینمی تخته تخمه میمانن، میرن یک تخمه او قسمت مادیم، یک شام اونجا ای را گرفته میرن او را میگرن باز به با اونجا باز از اونجا پس میرن به جای اولی انتقال میتن. آماده هستین بخیر؟ بله آماده هستین. اماین جان خودت آغاز کو، بیا سیر جان خودت شروع کو بخیر. 3-2-1 ار طرف که میری دست چپ یا راست؟ آفرین 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 بسیار عالی. آفرین اما اینجا آفرین. آفرین
بگی دوباره دوباره یک چانس رفت ببینیم که نه از اون اردوشه بگی اردوشه اردوشه من حرکت کو بخیر حرکت کو به اون طرف برو برو آفرین برو برو خیره برو دیگه چیزی که افتید افتید خب خودت چطور انجام میتی یک امتحان کن یک امتحان شرط است خب ما گفتم تون که نزدیکتر باشه گفتین نه اینا خب بگی خب آماده هستی اینا برو بخیر 3 2 1 اما اینجان چطور بود بازی ساده بود والا بازی مشکل بود یک ذره دفعه اولمو بود زیاد نیکم آرام 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 خوبش برو آفرین بیا حرکت کو حرکت کو اول این تو آرام 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 سیر جان کم کم خیره برو دیگه حرکت کو بیا این طرف چند دانش میمونه بیا حداقل هم دو تاشم انتقال بیت سعیس خواه عالی بود عالی پس دوباره بیا دوباره دوباره نه نام خدای معلوم میشه که در خانه کار میکنه کم کم نه از دست کار گره خواه ایران میخواید دوباره انتقال بده آفرین 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 یا که تخما مایده نشه خب دوستاب یک بار ما امتحان میکنم تو بان ببینیم چطور است بان 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 یا که صدای من باشه نگوی دیگه عالی بود واقعا عالی بود تشکر بگیرین ایره باش که تخمه رو از جایش بگیریم خواهد زمین نفته خب گیم بسیار عالی بود تقریبا مساویانه بازی کردین دوستا همی توفه که ما در برنامه مد نظر گرفتیم همی توفه رو برای ما لطف میکنین اینمی بله متشکر قربانتان سلامت و خیر باشین این توفه رو برای هر دو عزیز ما تقدیم میکنیم باز یک چیز خاص از روتون استفاده کنین دیگه بله بله. رمز باشه قربانتان تشکر وقت خوش داشته باشین تشکر سلامت قربانتان عزیزا تشکر از اینکه آریانا رو به خاطر دیدن انتخاب کردین اوقات لحظات خوش داشته باشین ادامه گپ نما بینیده باشین خب عزیزان بیننده در این لحظات برنامه و در برنامه وقتی که کمری مخفی نباشه واسه فکر کو که کمری مخفی مسئله خیام جان می باشه یعنی اینجا ولی امشب حضور پیدا نکرده رفت گفت من مصروف هستم میمان داشت حال خوب شارخان منطقه شان نموست از او کرده لکسه چی خیلی کدام منطقه سی که شارخان شوست دیگه فکر کن که جان لیور از او چی رقم باشه دیکی پک بریم بریم چی رو ببینیم کمی مخفی رو ببینیم غیبت خوب نیست پشت کسی که باز ات خوب آدم هم نیست میریم کمری مخفی را از وقت تقدیم سوال میکنیم برمیگردیم در ادامه برنامه ما را هم میکنیم چی میکنی؟ از خود چی میکنی؟ از ما افتیده در کجا؟ در کجا؟ موبایل ما افتیده چی از سالی خونج افتاده موبایل ما جایی ما افتیده چه رقم افتاده؟ ای خب واز است واز آمه است ای واز است نمبر چند است خیلی؟ صفر افتاده شده
با شما از موبایل خود زنگ بزنم. بگو. 0788 98 خو گل است. حالا خوب موبایل خواست. کی عزیز؟ عالی خستو نیست نه؟ او نو. کی خستو نیست؟ نه. ها؟ خیلی چرا میگی از من؟ خونه ها لگه دستان ها شد. تو گایی دزیر پای مپردی تو بگی یوار داره. یک دستان جور نکنه. ها؟ تو هم نک شایدی ناخی میتی میگی عزیز بود ها گفتی عزیز است که هفتاده بود من گفتم عزیز گفتم شاید عزیز باشه نه خزم و کس باشه که بدر از امو باشه بگه عزیز خونه است ها؟ حالا خیلی از کی باشه از توست؟ نه از من نیست من چه آها او نو ها ما گفتم کای تلفن ما یاستو خونه است ها از کی خواد باشه یه حالا باز بگیریم گناه نداره گناه خب الان داره گناه چطور نداره ها؟ گناه چطور نداره حالا یه چی کنیم چرا خم بنیم یه وقت کانش بگو خب ها؟ هر وقت زنگ زد بطش بگو ماه بیادر اگر امان داری اگر نداری یه ایت بگه برو اوهو دستوس مارا ها مارا هستو نیست نیست ها اینجا افتاده بود برو که افتاده نصیب تو باشه البته نصیب در بنده خدای که حالی از کی خود باشه نگه معلوم نیست دیگه اگر به زنگ در گل نکو زنگ میزنه بله آمه هست و مادرست برش بته اگر میتیش اگر واقعه در میچه اینا دی اختیار به خود بتش باید مالش از گم شده پیدا کرده بتش یک صدقه هست ای بایی تو شاد میشی آنی افتاده بود اونی و گدا اینا دی اختیار آیفون آمه هست حالا اگر نتی میشه چی؟ دلتی ها پیدا نتی کدام ترشو نمی سازم ها؟ آه یک سال دو سال پنج سال چهار سال مگم دای نزود اگر دنی تو می نمی یا سماره شده ای؟ زنگ می زن حالا خودش آدرات بگیر اخبار خواه؟ خیلی اختیار تا دیگه قرضدار آخرت می مون خب برو حالا آخرت خود اگر تاک آخرت می رسم من پیر می شد نه؟ تا می رسم ندارم سبا میموری همین نصیب تو نمیشن حال نمی اخر چه خانه خو میشن برو من اینجا بشته بودم از من زگه از کس خیستوست چه رقم هستوز؟ چی نشانی داری؟ از من سوال بدارم اینجا من ششته بودم من بیجم یال پشمه بودم اینجا من ششته بودم من ششته بودم
از کی می باشه؟ از چی؟ از تو چی میکنم؟ من از اینجا یافتم. چی نشانی داری؟ ما صاف پلاس است تلفن ما چه نشانی شیر ورگه میاد. حالا پلاس خوشتو کام کنه میگه اینی اف پلاس است. حالا ما بعدا رزو جه. من نمیده شش تا بودم ما نمیده مندار اون تلفن از من چی میگیری؟ قربان چاو ما یافتم اک پدر جان. یافتی چیز از بالی ما گرفتی یافتم چی رفتی تو قرار که در چشم کور ما نه و هفته و زد تو حالا بدر سی کو. مرا خوبه. تو بدر اینجا از ما ماندگی بود جا ما مانده بودم شیر. از تو چی میکنه؟ تو کوک موبایل دیگه داری؟ نه خورترک دارم کلان ما مسته نمیز کلان ما تو چی میکنم؟ میدیم از مسته نمیز از من بودم تو برو قربانه چم از من بتر خدا هم در کدام کنجا چی میکنی؟ تو پای جا میری حالا؟ میرم چی میکنم؟ سوداش میکنم چی میکنم دیگه؟ سوداش که نصفش میکنیم خیلی دیگه قصد نسبش میگیریم قرار دیگه حالا حالا اومدی بشی نسبش میگیریم میشه مونده بدم نه خدا ساده ساده نساز چرا حالا ساده ساده چی گپ داره بیادر بابا نسبش میگیریم میفروشیم نسبش شده بگی نسبش ما میگیریم حالا دیگه در کجا میفروشی میرم جای زیاد است آ تو چاکاتور هستی حالا که ما یافتیم سر ما میزنی بابا مونده بدم میشه بشی از تو چی میکنی از تو چی میگیری از تو حالا ما یافتم ما خو یافتم. حالا بدر ما یافتیم. آبر تو یافتی دیگه پالی ماندگی بود یافتی من چی یافتی؟ حالا دا کجا هست؟ اونجا ماندگی بود جب دا پالی ماندگی بود بنم سوداش. بشی گا پای تا بابا نزن برا. آبر میگیره نسبش میگیره میرم نمیگیره ما رو تلفن. حالی رو چی گفت تو قدیما 2000 سر من فروشی. آبر اونجا پالی ماندگی بود چی گفتم بفروشی؟ چی گفتم که میزنی؟ واز اگه ما وازش کردم چی تو؟ وازش کردم. این ای عکس دیدی؟ ای عکس ماست. ایده چی گفتم میگفتی از ماست؟ تلفن تو چی میگنه؟ ها؟ تلفن تو چی میگنه؟ ما میخواستم تو را امتحان کنم که باش تو که از میگیری یا میره یا نمیگیری. چرا این تو کار کن؟ ها؟ تو خیال خیادوی سرک یافتیم ها؟ خیش تو میگفتی از ماست؟ بودگا ما گفتم بابا شاید نباشه شو ها ما بچه شک کمره مخفی داشتیم اونجا گفتیم باش که چی میکنی آزارت میدادم ها کار خوب نیست نه کار خوب نیست مقصد اشتباه را نباید نه تو کنی نه ما کنم نه کس دیگه را کنم کمره مخفی داشتیم اگه میخواستیم میره یک دقیقه آزار بدیم ببخشی یک دقیقه آزارت میدادیم بچه شنه یک کمره مخفی داشتیم میخواستیم کمی را معلوم کنیم که چقدر خودت والا لطف انسانیت داری در باری از این کار جاست کمره مخفی کمره نه هست 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 خب ما این را برات بگم که علال علال است حرام 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 خب میخوره مردم میره که سبوری میکنه مثلا موبایل مردم را چور میکنه خب این آمانومه تو مثل از امو هست ها دگه این خب یک را داره که یاف شده یک را داره که آشان 100% اما بیادر ای که کسی میگیره اما تا خب خدا میزنه کار کنم بله او خو نامردی است او روز دیگه اون بکسه که نفر همیجا افتاده بود این بچه ها شاید است من ای را گرفتم تقریبا 200 دلار هم دهش بود سیل هم کدومشه نه؟ گرفتم گفتم یه از کی هست که دارم سبوت داشته باشه 200 دلار هم داشت پای سوانی هم داشت همیجا نگاه کردم که صاحبش خودش پیدا شد که بیادر همیجا یک بکسر دادیشه گفتم اینه بیدر خدا خیرت بده بخیر باشی بخیر باشی خدا ما خواستیم اگه امتحانت کنیم این اصلا نه نگمش که آیفون است یک دفعه میشه کد نمبرش باشه پیش این رقم هم گفته خلفش کنه که عرض کنیم بعد ایچ دم از دست ایچ از دست ما نبه بهترش همیست که بتیمش بتیمش خوب است هنه خیلی ببینی خدا نگره کرد یک کمره مخفی داشتیم اما چاخی میکردیم میخواستیم چی میگی خیلی ببینی که تشکر که مشوره نیک دادی نه بیاز مخکشش میکنم قربان چه خیلی ببینی خدا نگره و خیر باشی تشکر سلام خب عزیزان بالاخره رسیدیم به پایان برنامه جالبی است که در جریان برنامه وقتی که بخشای برنامه هم تقدیمتون میکنیم نصر جان کوشش میکنه با همکارا که اما فضای صمیمانه همکاری را حفظ کنن یگان خنده بتن خدا به میگم عمرت طولانی داشته باشه نصر تشکر نازم جان همراه شما یک دیگه دل هم وطنایم سرت پر است من نمیفهم چرا یعنی خودت هم پیام وارم اما فکر میکنم از من که دلش با یکی با خیام یکی با خودت شاید بسیار پر باشه خیام خود زیاد مردم آزاری میکنه من چی میکنم خود استودیو آزاری میکنی
خب بفهم دیگه. ما دیگه فکر کو کمی هر همکار ما را واقعا مثل نور دیدیم، دوست دارم و مذاق خوب نیست، جدی باشیم. یعنی او رو گپ پیشتر که همه گیره دوست داری و مذاق بود. خب بریم دیگه، خداحافظی کنیم با دوستان. خوب است. ای بود برنامه امشب که تقدیمتان کردیم با نصر جان یخند پتنوسی. تا برنامه بعدی که باز هم خدمت شما حاضر بشیم، شما رو به الله پاک و عزال بسپاریم. بقیه وقتتان بخیر. بصیر جان رو حضور داشتن. چینل یوتیوب رو شماره تماس برنامه رو بگو. ما گفتم خیلی زیادت رفت. خب شماره تماس برنامه 0700-150-116. میتونین واتساپ کنین و چیزایی که شما ساختین بر ما تصویر و ویدیو بفرستین، انشاءالله شما رو در برنامه دعوت میکنیم و چینل یوتیوب آرینا رو سابسکرایب کنیم، بتن فشار بتین بینیدی تمام برنامه باشین. تر بیا و بلیخ پرانه علام ملچه. خداحافظتان. یخن غوری گفتم اینه پتنسینه.